اخیراً گفتگوی داشتم با راستین، خواننده مقیم لس آنجلس. با راستین درباره موسیقی و آلبوم جدیدش که به زودی به بازار میاد صحبت کردم. سلام راستین، ممنون که دعوت منو قبول کردی و به برنامه شباهنگ اومدی. سلام عرض میکنم پریسای عزیز به شما و همینطور شبکه تلویزیونی Voice of America، صدای آمریکا، و همینطور بینندگان خوب و نازنینشون که امیدوارم هر جای دنیا هستن این برنامه رو میبینن شاد و خوب و سرحال باشن. خب راستین، قبل از اینکه من سوالامو شروع بکنم از تو، لطفاً برای بیننده های ما توضیح بده که چطور شد که وارد صنعت موزیک شدی و در ابتدای کارت با چه کسایی همکاری داشتی؟ من خب در نوجوانی همیشه موزیک با هم بود، از خونه به مدرسه، از مدرسه به خونه، همیشه موزیک تو گوش من بود و خیلی موسیقی مختلف گوش میدادم تو همون ژانره پاپ. ولی از 20 سالگی فکر کنم شروع کردم فوکوس کردن روی موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ ایران، که با اتفاق دو تا دوستای خوبم در سوئد که زندگی میکردم یک بندی تشکیل دادیم که شروع کردیم به خواننده‌های مختلف رو تمرین کردن و همینجور تمرین کردن روی کار خوانندگی، که از اونجا شد که من یه خورده شروع کردم پرفورم کردن روی با موسیقای مختلف. ولی که بعد یه مدت تصمیم گرفتم که برم دنبال کار خوانندگی و با یک خانم اپرا سینگر که در سوئد تعلیمات صدا میدادن باش آشنا شدم، که با ایشون شروع کردم تمرین کردم و اون تکنیک های که برای خوانندگی لازم هست رو به من یاد دادن و این باعث شد که خب بیشتر دنبالش رو بگیرم و در سال 2000 به آمریکا اومدم لس آنجلس برای ادامه تحصیل و همینطور که بتونم به صورت پروفشنال این کارو در از لس آنجلس شروع کنم و ادامه بدم. با آقای فرید زولان آشنا شدم در سال 2003 و بعد تایید ایشون از صدای من فکر کنم سال 2005 بود که اولین آهنگ خودمو به اسم ظالم ضبط کردیم در استودیو و همینجور رو کارا کار کردیم که جون 2008 اولین آلبوم من به اسم سیمور به بازار ارائه شد. خب راستین، تو با اشخاصی مثل فرید زولان، ایرج جنتی عطایی و اردلان سرفراز کار کردی که خب اینها واقعا در تاریخ موسیقی ایران ترانه ها و آهنگ های ماندگاری رو از خودشون به جای گذاشتن. فکر میکنی که رمز ماندگاری یک اثر هنری چیه؟ همین اساتیدی که شما نام بردید، اینا آغازگران ترانه نوین ایران هستند و کار کردن با این تیم خودش میتونه یک رمز ماندگار باشه. و اینکه خب فکت های مختلف هست که میتونه اهمیت دادن به ترانه خیلی مهمه به نظر من، برای اینکه خب ترانه است اولین چیزی که شنونده گوش میده همراه با ملودی و موزیک. دوم میتونه نزدیک بودن به مردم باشه و حس مردم، رسپکت کردن مردم و همینطور اون ایده‌هایی که مردم نسبت به یک خواننده دارن. اوریجینال بودن، اوریجینالیتی خیلی مهم به نظر من در یک کار هنری و همینطور دیسیپلین خیلی مهمه که آدم رو کارش دیسیپلین داشته باشه، پرکتیس کنه و صبور باشه، چون این کاری نیستش که بخواد یه روز اتفاق بیفته، این کاری است که طول میکشه تا موقعی که کار پخته بشه. و این به نظر من این نکته‌ای که من گفتم میتونه نکته‌ای باشه برای ماندگار بودن یک کار. خب در اینجا بریم یک گوشه از کارتو رو ببینیم و برگردیم. آلبوم
جدید به زودی به بازار میاد. در مورد این آلبوم برامون بگو، اسم آلبوم چی هست و با چه کسانی همکاری داشتی در این آلبوم؟ آلبوم دوم من به اسم باغ بنفش هست که یکی از کارهای زیبای آقای اردلان سرفراز که یکی از آهنگای این آلبوم هستش. این اسم انتخاب کردیم برای این آلبوم برای اینکه من اولین روزی که این اسم به گوش من خورد اصلا همینجوری گفتم خیلی خوش آمد از این، و با مشورت با آقای فرید زولان تصمیم گرفتیم که اسم این آلبوم بذاریم باغ بنفش. شامل 10 آهنگ مختلف هستش. کارهای بسیار زیبا از ترانه سرایان همون تیمی که من در آلبوم اول باشون کار کردم، آقای اردلان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری و خانم زویا زاکاریان. و در پایان این آلبوم یک آهنگی هست که ریمیکس شده که دوست خیلی خوبم در ایران آقای مهیار کاظم‌زاده ترانه‌شو گفتن که اینو ما ریمیکس کردیم که به قول معروف این آلبومو تموم میکنه. دوست داری بیشتر به خوندن ترانه‌های شاد بپردازی یا ترانه‌های غمگین؟ دوست دارم یک کامبینیشنی باشه از هر جفتش، هم شاد باشه حالا غمگینم میتونه، نه که غمگین شاید نشه گفت، ولی خب بستگی به شنونده داره که چجوری بتونه اونو حل کنه تو خودش، ولی خب به نظر من میکسی از هر دو باشه فکر کنم آلبوم، به نظر من البته آلبوم خوب بشه. خب راست این برنامه آینده چیه؟ برنامه آینده من اینه که بیشتر بتونم کارهای بهتر انجام بدم، ارائه بدم برای دوستداران خودم، برای طرفداران خودم، چون این انرژی های طرفدارانه که یک آرتیست یک هنرمند و باعث بزرگ شدنش، باعث گرو کردن یک آرتیست میشه، و پلان من اینه که بتونم آلبوم های بهتر از قبل داشته باشم و برنامه های متفاوت تر که بتونم نزدیکتر بشم با مردم و بتونم از نزدیک ببینمشون. در بین کارات کدومش اصلا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و کدومش رو بیشتر خودت دوست داری؟ من نمیتونم بگم کدومش رو بیشتر دوست دارم، بلکه با هر کدوم از آهنگای ترانه‌ای که خوندم زندگی کردم، باشون کار کردم، برای همین فیوریت من کلن همه آهنگایی که خوندمه، ولی خیلی از آهنگام تو آلبوم اولین تو آلبوم سیمرغم خیلی طرفدار گرفت، مثل آهنگ گل من، آهنگ ظالم، سیمرغ، خوش و معجزه. نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی. خب چی شد که آهنگ ساقی رو بازخونی کردی؟ خب فرید زولان تصمیم گرفتن که بعد این مدت سالی که گذشت هم برای یادبود کرده باشن از خانم هایده، و همین که این کار رو خواستم بازسازی کنم و اون لیاقت رو توی صدای من دیدم و منو قابل دونستن که این آهنگو بخونم، و خب خواننده این مثل زنده یاد هایده یک بار اتفاق میفته و خیلی طول میکشه که خواننده هایی مثل خانم هایده بیان، و این کار خیلی قوی بود و هست. من خودم اولش که صحبتش شد که من این آهنگو بخونم خودم شوکه شدم، نمیدونستم چی میشه، ولی خب با تمرین و با
سرپرستی آقای فرید زولاند و همینطور آقای عدنان سرفراز از لحاظ کلن شعری و اون حسی که ایشون داشتن در این ترانه، تونستم که این آهنگو با اون طوری که میشد و اون طوری که آقای فرید زولاند در نظرش بود اینو بازسازی کنیم و من خوندم. با تشکر از تو راستین عزیز که در این برنامه شرکت کردی.